سلام مجدد، جادی هستم از جادی دات نت و داریم درس های LPIC امتحان 102 رو پیش میریم. ماجول 107 ممیز 2، اتوماتیک کردن مدیریت سیستم از طریق اسکجول کردن جاب ها، وظایف، کارها. وزنش 4. خیلی هم مهمه که یاد بگیرین کلیتش رو، چیزیه که تقریباً من هر روز به یه شکلی باش درگیرم تو کارهای مختلف و لازمه بتونین از کرون آناکرون استفاده کنین، همچنین دستور ات بتونین در واقع جاب های کرون و آناکرون رو ران کنین، ات رو ران کنین و روش در واقع چی داشته باشین، کنترل داشته باشین که کی ازش استفاده میکنه. طبق معمول چیز سختی نیست، اصولا لینوکس چیز سختی نیست، چون که مهارتی که بقیه یاد گرفتن دیگه، تیپ کار مثلا رانندگیه. کسی نمیتونه میگه رانندگی سخته، من نمیفهمم. باید یه خورده تمرین کنین، یه خورده پیش برین و هر کی در یک حدودی یاد میگیره. مفهوم کرون رو ولی اول بگم. داستان کرون اینه که بخش بزرگی از وظایفی که یه مدیر سیستم انجام میده به شکل دوره‌ای لازمه تکرار بشن. مثلا هر روز صبح شنبه به آدما ایمیل بزنیم که خوش اومدین. آدما که دارن کار میکنن هر روز آخر وقت ساعت مثلا 7 همه کدها رو چک کنیم که آیا سیستم هنوز داره درست کمپایل میشه یا نه. مثلا تو تیم برنامه نویسی هر چهارشنبه آخر وقت که همه رفتن مثلا ساعت 2 صبح پنجشنبه که دیگه کارا تموم شده کامل، یه بکاپ ران بشه و اینجور چیزها. سر هر فصل یا سر هر ماه، فصل فکر کنم نمیتونیم، میتونیم درست کنیم فصلم، چرا؟ معلومه که میتونیم. سر هر فصل یه چه میدونم چک بشه اکانت هایی که تا به حال در یک ماه گذشته لاگین نکردن، ریپورت بشه به یه مدیر سیستم که اگه لازمه پاکشون کنه. هر جور کاری که دائما تکرار میشه. من یه دونه دارم هر 4 ساعت یه بار سایت بینگ رو چک کنه، بک گراند خوشگلش رو بیاره بذاره بک گراند کامپیوتر من الان اینه. خب این اتفاقیه که بهش میگیم کرون، کارهای تکرار شونده. یه فرمت خاص هم داره. اگر شما بخواید کرون ها رو ادیت کنه، هر یوزر کرون خودش رو میزنه کرون تب، دستورش کرون تبه، داش ای، داش ای مال ادیت، داش ال مال نشون دادن لیست. خیلی جاها ال مال نشون دادن لیست میکنه. خب من میزنم داش ال، کرون های خودم رو میبینم. اولش توضیحی نوشته، گفته این کرون فایل چی چیه چی چیه، فکر کنم من تا تو زندگی من رو نخوندم. این خط رو همش میخونیم. کرون اینجوری کار میکنه. من بهش میگم دقیقه، مینت، آور، ساعت، دی آف مانت، چه روزی از ماه، چه ماهی، مانت، و دی آف ویک. اینا رو بهش میدم. خیلی مهمه یادتون نگه داریم 5 تان. اگه بدونیم 5 تان مشکلتون خیلی کم میشه. و بعد یه دستور بهش میدم. حالا چجوری کار میکنه؟ مثلا من میزنم کرون تب داش ای، میخوام ادیت کنم کرونامو. اینجا میتونم یه کرون بنویسم، اومدم تهش توی وی آی واسه من باز کرده، در نتیجه او رو میزنم میرم سر خط بعدی. میتونم یه کرون بنویسم، میتونم بنویسم دقیقه 1 هر ساعتی بود. اینجا رو همش نگاه کنین، اینجا یه لیست براتون گذاشته، اگه ندونین میدونین که 5 تاست. پس من میذارم دقیقه 1 هر ساعتی بود، هر روزی از ماه بود، هر ماهی بود، هر روزی از هفته که بود. برای من چیکار کن؟ برای من دستور دیت رو ران کن. خروجی کرون اگر خروجی بده به یوزر ایمیل میشه. درنش ما معمولا یه کاری میکنیم که خروجیاش یه جایی ذخیره بشه که خروجی نداشته باشه که لازم باشه برای من ایمیلش کنه. من میگم دیت رو بریز تو فایل هوم جادی LPIC dates txt. اینو که میدونین تاریخ رو به من نشون میده، میریزتش انتهای این فایل اضافه میشه. پس من گفتم دقیقه 1 هر ساعتی که بود، هر دی آف مانتی که بود، هر روزی از ماه که بود، هر ماهی که بود و هر روزی از هفته که بود. منطقیه دیگه. دقیقه اینجا، ساعت، روز از ماه، ماه، یه دونه روز هفته هم آخرش داره. دستور دیت رو ران کن، بریزیم تو
خب این برای من خیلی جذاب نیست. این فقط یک بار در سر هر ساعت میزنه، ساعت دقیقه یک، ساعت یک، دقیقه یک، ساعت دو، دفعه بعد میشه دقیقه یک، ساعت نه. در نتیجه اینم میتونم عوض کنم، بگم که این رو عوض کن با استار. هر دقیقه ای از هر ساعتی از هر روزی از هر سالی از هر شنبه یا کنبه ای اینو واسه من درست کن. سیوش میکنم. در واقع من الان بهش میگم که clear chrome tab dash l. من الان بهش میگم که هر دقیقه ای از هر ساعتی از هر ماهی هر دقیقه ای از هر ساعتی از هر روزی از هر ماه و هر ماهی هر چند شنبه که بود اینو واسه من اجرا کن، بریز خروجیشو تو این. این دستور بعد از این پنج تا میتونه هر چی باشه دیگه. یه دستور طولانی می‌نویسین، یه شل اسکریپت ران می‌کنین و هر چیز دیگه. کلیت مفهوم زمان بندی تو کرون اینجوریه. دقیقه میتونه 0 تا 59 باشه، ساعت میتونه 0 تا 23 باشه، سومین پارامتر میتونه 1 تا 31 باشه. ما روز 0 به ماه نداریم ولی ساعت 0 داریم، دقیقه 0 داریم، یادتون باشه. منطقیه، یعنی گیج نشی. ماه هم که از 1 تا 12. روز هفته از 0 تا 7. روز هفته هم مدل خارجیه دیگه. نکته بامزه اینه که خارجی ها یک شنبه اولین روز هفته شونه و شنبه یک شنبه تعطیله. برای همینه که فکر کنم پیشرفت کردن، برای اینکه اول هفته شون تعطیله. ما بدبخت اول هفتهمون شنبه است که باید همش بریم سر کار. تو خارج معمولا تو خیلی از کشورها استاندارد این شکلیه که یک شنبه اولین روزه. روزای هفته هم میتونه 0 تا 7 باشه. اگه برنامه نویسیم میدونین 0 تا 7 میشه 8 روز. در نتیجه هم 0 هم 7 این تهه، هم 0 هم 7 یک شنبه است. یه قلقه سالش اینه که چون 0 میشه یک شنبه، 1 میشه دو شنبه، هر عددی که بود یکی بهش اضافه کنیم بگین شنبه اگه میخواین درست کنین. مثلا اگر 6 6 میشه 7 شنبه که از نظر ما جمعه است. 2 میشه 3 شنبه که خب 3 شنبه است. اینجوری میتونین یادتون نگه دارین. اگر نه هم که میشمرین دیگه. این اگه مثلا اینجا زدن 4 شما میدونین که 0 یک شنبه است. در نتیجه 1 2 شنبه است. در نتیجه فلان. به من بگن 4 یکی بهش اضافه میکنم میگم میشه 5 شنبه. هر جوری دوست دارین یادتون نگه دارین. به هر حال ما با این 5 تا میتونیم هر چیزی بسازیم. مثلا ببینین دقیقه 5 ساعت 0 هر چی بود بقیهش. یعنی در واقع هر نصف شب 12 و 5 دقیقه این رام میشه. این چی میگه؟ میگه که دقیقه 15 ساعت 14 یکم یک بار در ماه رام میشه. هر ماهی بود، هر روزی از هفته بود. یه چیزای کوتاه‌تری هم میتونیم بنویسیم. فرض کنیم من لازم دارم یه چیزی بنویسم که هر روز هفته کار کنه، روزای کاری هفته. پس مدل خارجی حالا اینجا نوشتیم. من میگم دقیقه 0 ساعت 10 شب هر روزی از ماه که بود، هر ماهی هم که بود قبوله، اما از دوشنبه تا شیش شنبه که در واقع میشه جمعه. آن شیش میشد هفت شنبه. اون بالا گفتم اشتباه گفتم، این خیلی خطرناکه برای امتحان. معمولا نمیدادم همچین چیز لوسی، ولی در واقع میشه شنبه. پس من اینجا چی دارم؟ 1 تا 5 از دوشنبه تا شیش شنبه. اوکیه؟ اینجا چه جوری دارم؟ میتونم اینجوری هم بنویسم. اینجا دیدی من چی نوشتم؟ من اینجا در واقع همون برنامه است که میره از بینگ والپیپر رو پیدا میکنه، جدا میکنه، میذاره بک‌گراند کامپیوتر من. من میگم دقیقه 42 هر 4 ساعتی بار با تقسیم نشون میدم. میگم ستاره یعنی همش تقسیم بر 4، هر 4 تا یکی. اینجا چی گفتم؟ گفتم 0 تا 23 دقیقاً همونه، هر 2 ساعتی بار. میتونستم چیزای دیگه هم بدم، حتی میتونم بدم مثلا 1 تا 5 روزای کاری یا روزای کاری خودمون رو بدم. در واقع میشه 6 که میشه 7 شنبه که در واقع همون شنبه است، تا مثلا چند شنبه است روز کاری شما؟ تا 3 که چهارشنبه آخرین روز کاریه، یه روز در میون. میتونستم روز رو این بدم، یعنی بگم در ساعت 0 دقیقه و ساعت 8
یعنی دقیقه صفر ساعت 8 هر روزی از ماه که بود همه ماها، ولی از شنبه تا فلان اصلا همینجوری کار میکنه یا نه؟ اینجوری میدونیش که قاطی نشه. دو ساعت یه بار، 3 تا 6 دو ساعت دو روز یه بار، یعنی یک روز در میون. معمولا حتی کسی دیگه اینقدر پیچیده نمیکنه ماجرا رو. چیزی که زیاد اتفاق میفته ساعته. مثلا من تو بخش دقیقه میزنم که هر 15 دقیقه یه بار، یا تو بخش ساعت میزنم که دقیقه یک ساعت هر 4 ساعت یه بار، هر 6 ساعت یه بار، هر 8 ساعت یه بار. معمولا این اتفاق میفته دیگه، تو بقیهش اکثرا نمیزنن مگر اینکه همینجور روز کاری باشه. مثلا اگر من بخوام به تسک بکاپ اسکیجول کنم، خیلی باید دقت کنین که دقیقه رو هیچ وقت ستاره نزنین مگر اینکه بخواین اتفاقتون هر دقیقه بیفته. اگر من بزنم هر دقیقه ای که بود، هر ساعتی که بود، هر در واقع روز اول ماه، هر ماهی که بود، هر روزی که بود، این در روز اول ماه هر دقیقه و هر ساعت هی تکرار میشه. یعنی هر ساعت 60 بار تکرار میشه، در روزم تو هر 24 ساعت تکرار میشه. همیشه باید اینجوری بزنیم. مثلا معمولا عددها رو هم میزنن نصف شب یه قرار بکاپ بگیرن، اکثرا هم سعی میکنن عددهای بی ربط بزنن، همه چیزو نذارن صفر صفر، چون احتمالاً سیستم ادمینای آماتور چیزی که لازم نیست، فقط میخوان شب اتفاق بیفته رو، لازم نیست دقیقه خاص باشه رو، میذارن صفر و صفر که بشه نصف شب. داره که خیلی وقتا نصف شب سیستم ها اتفاقا سرشون شلوغه. معمولا مثلا من خودم میذارم 42 که عدد مقدس گیک هاست، 2 ساعت 2:42 دقیقه نصف شب اول هر ماه شروع کن به بکاپ گرفتن. یه خطر دیگه که خیلی مهمه حواستون باشه اینه که همه اینا رو بزنین. من میخوام زمان خاصی رو مشخص کنم، میگم 42 دقیقه و ساعت 2:42 دقیقه اول ماه توی ماه 8 که اینم مثلا بزنم صفر که میشه یک شنبه. این احتمال اینکه یه ساعتی رام بشه خیلی کمه. این دوتا که حتما میان، حتما 2:42 اتفاق میفته، ولی در شرایطی اتفاق میفته که اول ماه 8 یک شنبه باشه تقریبا اتفاق نمیفته. خارجی ها معتقدن که 13 نحس، جمعه هم نحس، اینا بیفتن رو هم بدبخت میشیم. من میگم میخوام یه خبر بدم که اوه جمعه 13، یا بگم فردا جمعه 13 که با مزه تره. دقت کنین، ستاره نمیذارم برای دقیقه، فقط یک بار میخوام اینو چک کنیم. میگم ساعت 10 صبح. خب چه روزی از ماه؟ در واقع میتونم اینجا یک کرون تب بنویسم، کرون تب داش ای. اینم چک نکردیم، گفتیم هر دقیقه بره توی این فایل رو تاریخ رو بنویسه. من میگم ساعت 10 صبح دقیقا. چه ماهی، چه روزی از ماه؟ 12 ماه، هر ماهی که بود اگر جمعه بود. جمعه چیه؟ پنجشنبه، شیشنبه است، پس میشه 5. یکی قبلترش رو اینجا میزنیم که مدل خارجی بشه. من میگم که اگر 12 هر ماهی پنجشنبه بود، یعنی 13 میشه جمعه، ساعت 10 صبح یه بش اسکریپت خودم یه جایی نوشتم، مثلا توی هوم جادی announce friday 13th sh، این بش اسکریپت رو ران کن. از این به بعد همیشه اینو چک میکنه، اگر ساعت 10 صبح بود که پنجشنبه 12 بود، اناونس میکنه و همه که فردا جمعه، نمام جمعه. اوکی، تنها تیکه‌ای که باید ببینین اینه که به جای همه این 5 تا عددا میتونم بنویسم at reboot. هر وقت سیستم ریبوت بشه فقط این رو خبر میده. اوکی، به جای هر 5 تا می‌نویسیم اتریبوت و این اتفاق میافته. در واقع این تیکه مفهومیش بود که شما گرفتین. الان من یک کرون دارم که دستور کرون تب رو فعلا دیدم، داش ای ادیتش میکرد، داش الم نشونش میداد. همیشه باید با داش ای ادیتش کنین، چون بعدش خودش چک میکنه و نصب میکنه. ببینین داش ای که زدم ادیتش کردم، وقتی برگشتم از ادیتورم بیرون نوشت اینستالینگ نیو کرون تب. ادیتور منم وی آی، تو سیستم های مختلف ممکنه ادیتور های مختلفی رام بشن برای کرون تب داش ای. نکته اینه که بدونین که یه سرویس داش ال داره، داش ای داره، میتونید چیزا رو تبدیل کنین
بذاریم برم اون فایل من ببینم. cat home jody lpic jody w lpic چی زده بودیم اونجا؟ آره lpic زده بودیم. چیکار کردم؟ فایل کو کرون تاب داش ال، من میگم تو این فایل مینویسم. او برای اینکه این فایل اصلا اشتباهه. کرون تاب داش ای دبلیو جا انداختم. ببینید میگم که دیت رو بنویس توی دبلیو ال پی آی سی. حالا از شانس ما فایل ال پی آی سی هم بوده، درنش اصلا نمیتونه همچین چیزی کاری بکنه. خب یه دقیقه یه بار اونجا مینویسم. این میشه دستور کرون تاب. الان میتونم کات کنم هوم جادی دبلیو ال پی آی سی. اینجا چی بود؟ دیتس یه دونه نوشته، دقیقاً دقیقه 54 اجراش کرده که 54 یه ثانیه این فایل سیف شده. این اتفاق دائما میافته، در هر یک دقیقه یک بار اون کرون ران میشه. در واقع اون تمام کرون های من بر اساس منطق خودشون ران میشن در زمان مناسب. این چون گفته که در اینجا رانش کن، درنشه تو همه دقایق همه تاریخ که کامپیوتر روشنه رانش میکنه. حالا چی میشه که من بخوام فقط یه بار یه دستوری رو ران کنم؟ بعضی واقعا میزنش تو کرون. مثلا من یه تورنت ران کردم، شب رایگان اینترنتم، تورنتم رو ران کردم، دارم دانلود میکنم، ولی میخوام ساعت 8 صبح کامپیوتر شاتدام بشه، باید چیکار کنم؟ برای این کار دستور ات رو داریم. ات میتونه توی زمان خاصی یه چیز خاصی رو ران کنه. مثال سادهش اینجاست. ات ناو به علاوه یک مینت، بگم دو مینت که وقت داشته باشیم، ناو رو میفهمه، به علاوه دو دقیقش میکنه. اعلام کرد که من با ات نمیتونم کار کنم. خب من دسترسی های اتم رو خراب کرده بودم و همین خاطر روت شدم که بهتون ات رو نشون بدم. میگم که at now به علاوه یک مین دو مین. حالا این یه سری چیز جالبی at میفهمه. حالا فعلا به همین نگاه کنین. now به علاوه دو مینت، الان به علاوه دو دقیقه دیگه، برام یه شل میاره، میگه هر دستوری که این تو دوست داری بزن، من برات اجرات میکنم. میزنم تاچ کن، یه فایل در واقع میسازه دیگه. home تب نداره، هوم جادی دبلیو ال پی آی سی ات ایز هیر، میدونی این فایل رو تولید میکنه. مثل همیشه کنترل رو میگیرم، دی رو میزنم که بگم مجموعه کامندایی که دارم وارد میکنم تموم شده. بهم میگه که من این کار شما رو دقیقاً در دقیقه 9 ران خواهم کرد. الان 8:58 پس ناو به علاوه 2 مینت. ال اس ال تی آر اچ هوم جادی دبلیو ال پی آی سی. هنوز همچین فایلی نیست، ولی فایل دیت هی داره زیادتر میشه. میزنم at now at tomorrow. مثلا میزنم که میل فلان 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 فلان، هر چیزی دوست دارین اینجا میتونین بنویسین. البته میتونین چند خطی بنویسین، یعنی بزنین touch temp new file echo jody was here توی temp new file مثلا، یا هر چیز دیگه ای. چه میدونم هر چی دوست داریم بکنیم، یه LS هم میگیریم. خروجی هاشو منطقه ما نمیبینیم، درنچه خروجی هاش باید توی شل دیگه ران میشن. حتی اگه من اینجا چیزی رو اسپاون کنم توی محیط گرافیکی بیاد بالا، عملا من نمیبینمش، این یه جایی دیگه داره ران میشه توی خود کامپیوتر، کسی نمیبینتش. درنچه معمولا این اسکریپت ها بکاپ میگیرن، یه کاری میکنن، کامپیوتر رو شاتدام میکنن و اینجور چیزا. کنترل دی رو میزنم، اینم میاد فردا 8:58 چون موقعی زده بودم در واقع ات تومارو، پس دقیقاً 24 ساعت بعد رانش میکنه. دستوری دارم تحت عنوان ات کیو. کیو چیزایی که تو ات هستن رو نشون میده. میگه دستور شماره 9 در این ساعت ران خواهد شد، دستور شماره 10 در این ساعت. اینجا میده مثلا میزنه این جاپ 10 بود. ات کیو ببینی یکیش کم شد. چرا؟ چون ساعت 9 شد. یه چیزی گفته بودیم که 2 دقیقه بعد ران بشه، گفته بود ساعت 9 براتون اجراش میکنم. در نتیجه اگه من این LS رو دوباره بگیرم، همیشه اگه تو لینوکس محیط گرافیکی چیزی رو سلکت کنیم با میدل کلیک میتونین دقیقاً همون رو بدون کپی پیست تایپ کنیم. ببینین at is here اجرا شده. ما گفته بودیم یه فایل تاچ کن ساعت فلان. دیت هم که همینجوری داره ولی خودش کار میکنه. cat home jody
wlpic dates. این ببینید هر یک دقیقه یک بار داره یه چیزی توش مینویسه. پس ات رو هم دیدیم. من میتونستم این کرونتابم رو عوض کنم تو زمانهای مختلفی بنویسه، ولی من 54, 55, 56 دقیقا هر یک دقیقه یک بار داره کار میکنه. ات رو هم دیدین، فقط ات میتونه شکل‌های جذاب‌تری هم بگیره دیگه. ات ناو به علاوه 5 مین رو دیدین، 3 مین رو دیدین. تومارو دقیقا فردا این ساعته. ات میتونیم بزنیم مثلا اگر میخوام 8 کامپیوترم رو شات دان کنم، میزنم که 8 و 0 0، خودش میفهمه اولین 8 و 0 0 بعدی که میاد میزنم شات دان. اچ یعنی کامپیوتر رو هالت کن، ببر کامل پایین. ناو خودش شاتدان زمان قبول میکنه، ولی علل حساب من میزنم ات ساعت 8 شاتدان داش اچ ناو رو اجرا کن. کنترل دی رو میزنم، میگه اوکی. ساعت 8 16 هم که میشه فردا، چون ساعت 8 امروز گذشته، اولین ساعت 8ی که میاد کامپیوتر رو برات شاتدان میکنه. شکل های مختلف دیگه هم میتونین ات رو بزنین. بذار ببینم چیا آوردم اینجا براتون. ات تومارو رو که زدم، ات ساعت هم براتون زدم، همین اینجا هم همین مثال رو زدیم. تاریخ همه چیز میشه زد. ات کیور هم که دیدین، کارهایی که منتظر اتفاق افتادنن هست توش. یکیش 8:58 فرداست، مطمئنم من نمیخوام کامپیوترم شات دام بشه. پس ات آر ام 11، ات ریموو 11، ات کیو فقط همین یکی مون. پس من ات رو داشتم، یه زمان دستورات همون میدم، کنترل دی میزنم، اون ساعت و اون دستورات اجرا خواهند شد. ات کیو، کیو یعنی صف، کیو کامل. این یه کیو هم میذارم، منظورشون همونه، شاید هم کوئریه. ات کیو همه چیزایی که منتظرن در آینده اجرا بشن به من میده. ات آر ام هم میتونه بر اساس شماره پاکشون کنه. مثلا من الان 10 رو هم پاک میکنم که کامپیوترم فردا کارهای بیخودی نکنه. اوکیه؟ پس ات رو هم یاد گرفتین. خیلی ساده بود، خیلی خیلی هم مفیده. حواستون هم باشه هم کرون هم ات سرویس سیستم هن. یعنی من میتونم بگم سیستم CTL ریستارت ات، ریستارت ات کیوه چون اسمش ات دیه، ات دیه. من مدنی تایشون دی دارم دیگه، دیمون هن. ریستارت میکنه ات دی رو. همچنین کرون، اینا هر همشون سرویس های سیستم هستند که دائما بالا اون فایل ها رو میدونن چیکار باید بکنن، کی باید چی ران بشه و انجامشون میدن. اوکیه، پس کرون رو دیدین، مفهومش رو فهمیدین، اون 5 تا رو فهمیدین، یادتون باشه 5 تا است. کرون تب رو فهمیدین، داش ای و داش ال، ات رو فهمیدین. دیگه چی داریم؟ کرون های سیستم واید داریم. یعنی من از اینجا اگه اگزییت کنم با یوزر جادی کرون تب داش ای که بزنم، این کرونای شخصی منه، درسته؟ اینو پاک کنم، اینم بکنم هر 3 دقیقه یه بار، هر دقیقه تقسیم بر 3، 3 دقیقه یه بار. یعنی خب اینا کرونایی هستند که یوزرها برای خودشون تعریف میکنن، ولی سیستم هم یه سری کرون داره. اگر بیاین توی روت بشم بازم etc، یه فایل اینجا داریم به اسم کرون تب. حواستون باشه یه دستوری داشتیم به اسم کرون تب، یه فایلی هم داریم به اسم etc کرون تب. etc کرون تب چه شکلیه؟ بذارین صفحه رو پاک کنم که قشنگ ببینینش. etc کرون تب این فایل کرونه، کرون هر یوزره، با دو تا اختلاف. بالاش تنظیماتی هست، یعنی میگه این دستور رو با چه شلی اجرا کن و چه پتی درست باشه در اون لحظه ست شده باشه که اینا رو ران میکنه. یادمونه دستورایی که من تایپ میکنم و تو پت نگاه میکنه که کجا رانشون کنم. من پت رو بهش میدم، اسم شلی که میخوام بهش میدم و بعد این کرون معمولی 5 تا رو مینویسم، علاوه بر اون مینویسم چه یوزری باید اینو ران کنه، چون که سیستم وایده. در واقع اینا کرونای یوزر روت نیستن، کرونایی هستند که خود سیستم در سطح بالا بدون هیچ یوزری رانشون میکنه، ولی به اسم روت. من میتونستم اینجا یه چیزی هم بنویسم به اسم جادی، یعنی همونم رو میتونست ادمین اگر میخواست به اسم جادی هر روز یه چیزی ران بشه این رو ادیت کنه. میگم اینجا یه خط خالی باز میکنم، میگم در هر دقیقه دوبار، درسته؟
هر چی بود. فکر نمی کنم دیگه چیه. یادمه که اینا 5 تا. 5 تا دیگه، این 4 تا دیگه میذارم. یوزر جادی اکو کنه. Hello from Global Chrome. توی هوم جادی WLPIC dates.txt بود چی بود؟ dates.txt بود. این قبلیه. 5 تا رو میذارم. فقط یه یوزر اینجا اضافه میکنم که چه یوزری باید این کرون رو ران کنه. و سیستم میره برای خودش اینا رو هم ران میکنه. cat home jadi wlpic dates.txt بود متاسفانه. vi cron tab اینو میکنم dates.txt. اوکیه. در واقع من یک کرونی هم دارم، یه فایل ایتیزی کرون تب دارم که فقط فرقش اینه که یه یوزر داره، بالاش هم دوتا متغیر ست میکنه، شل و پت، و میتونه همه در واقع واسه همه یوزرهای مختلف که لازمن کرون درست کنه بدون اینکه خود اون یوزر شخصی کرون درست کنه. دیدینم که با ادیتور شخصیم ادیتش کردم. یه مفهوم دیگه داریم به اسم کرون های ساعتی، روزی، هفتگی و ماهی. اونی که داشتیم قبلا. نه. کرون هایی که ما داشتیم، کرون هایی بودن که یا یوزر ها یا سیستم واید میگفتیم دقیقاً تو این ترکیب رانش کن. ولی من یه سری فایل دیگه دارم که کارم راحت تر میکنه. cdetc cron-d cat anacron. این اول بهتون نشون بدم. این مهمه. کاری که من کردم توی بالا چی بود؟ من اومدم توی ETC کرون تب رو ادیت کردم برای اینکه یک کرون شخصی اضافه کنم. این کار اشکالش چیه؟ فرض کنیم من یه پکیج نصب میکنم که لازم داره یک کرون برای خودش نصب کنه. میاد ته این فایل ادیت میکنه، اینو مینویسه. حالا ممکنه خود کرون آپدیت بشه و نیاز داشته باشه این فایل رو آپدیت کنه. دیگه نمیدونه کدوم فایل مال منه، کدوم مال شماست. باید بیاد خطا رو عوض کنه. داوود که اضافه کاری میشه. یا اگه من میخوام بعدم پکیجمو حذف کنم، باید بیام خط خودم رو از لای خط همه پیدا کنم حذف کنم. به این خاطر معمولا این کار رو نمیکنن. کاری که میکنن آدم حسابیا اینه که اینجا نمیذارن کرونشونو. خیلی از سیستم های لینوکسی اینجوری شدن. اگر من یک کرون تب دارم، یک کرون دات دی دایرکتوری درست میکنم. وب سرورها، انجینیکس، خیلی ها دیگه هم اینجوریان. یعنی تو ETC یک کرون دات دی هم درست میکنم. اینجا هر کی میتونه برای خودش دقیقا با همون فرمت یه فایل درست کنه. مثلا ببینین PHP 5 برای خودش یه فایل درست کرده. منم اینجا برای خودم یه فایل درست میکنم. در واقع میگه کرون من اینجاست. دقیقا همونه. 5 تا اینی که چه یوزری رانش میکنه و دستورش. حالا خیلی تمیزتر شد. در واقع من یه فایلی به اسم جادی توی cron.d درست کردم که انگار ته اون فایل نوشته شده. هر چی این توه انگار ادامه اونه. این خیلی مکانیزم تمیزتریه برای اینکه بتونیم دیتا هامون رو از هم جدا کنیم. وقتی یه چیزی مینویسیم کثیف نکنیم فایلای هم دیگه رو. هر کی فایل خودش رو درست کنه. اگر پکیج جادی حذف شد، میاد خودش این یه دونه فایلی که کپی کردم حذف میکنه. نمیخواد به فایلی که همه توش نوشتن دست بزنه، خط خودش رو پیدا کنه که حالا اشتباه بشه یا هر چیزی. اوکیه. پس این یه داستان. داستان دوم اینه که من یه سری فایل کرون دیگه هم اینجا دارم. ببینید چیا دارم. یه فایل کرون تب دارم که شما دیدینش. کرون دی رو هم الان دیدین. یه سری دایرکتوری دارم به اسم کرون دیلی، کرون آرلی، کرون مانتلی و کرون ویکلی. 4 تا در واقع دایرکتوری هست. چیزایی که میخوام روزانه رام بشن، چیزایی که میخوام ساعتی رام بشن، چیزایی که میخوام ماهانه رام بشن، چیزایی که میخوام هفتگی رام بشن. این هم از نظر منطق شبیه کرونه. بذاریم برم تو دیلی. ببینین حتی مثلا گوگل کروم یه چیزی گذاشته خودش اینجا. cat گوگل کروم. یه برنامه است. توی این 4 تا دایرکتوری این برنامه هاش همش در واقع یه برنامه است که کروم میره چک میکنه که آیا براش آپدیت اومده یا نه و میگه اینو روزی یه بار انجام بده.
نکته مهمش اینه که ما نمیتونیم بدونیم دقیقا این در چه ساعتی اتفاق میفته. دقت کردیم اون 5 تا رو ندارم. یه برنامه است، یه اسکریپته، یه هرچیه، یه فایل اجراییه. اگر من توی دایرکتوریای کرون دیلی، کرون آرلی، کرون مانتلی و کرون ویکلی یه فایل کپی کنم، سیستم تضمین میکنه که روزی یه بار همه اینا رو ران کنه، ساعتی یه بار همه اینا رو ران کنه که خب اینجا هیچی نیست، ماهی یه بار اینو ران کنه و هفته یه بار اینا رو ران کنه. اصلا به این معنی نیستش که من این تو میتونم مثل قبل کروم بنویسم. اصلا به این معنی نیست که من میدونم اینا کی ران میشن. فقط تضمین میده که یک بار در روز ران میشن. اوکیه؟ پس من 4 تا هم دایرکتوری اینجوری دارم. بعضی اینو دوست ندارن و مثلا فرضاً لاگ روتیت رو از این میارن بیرون. جلوتر میبینیم لاگ روتیت رو تو درسای بعدی. از این میارنش بیرون که بدونن دقیقاً ساعت 12 شب میخوام ران بشه، نه مثلا ندونم کی، ولی مطمئن باشم یه بار در روز ران میشه. پس من اگه یه چیزی بریزم این تو، نه اینکه تنظیماتو بریزم این تو، خود فایل اجراییه رو بریزم این تو، میدونم که هر یه ساعت یه بار ران میشه. سریع هم به دوست مهربونمون بزنیم، هاوم جادی دبلیو LPIC دیتس. اون یکی کرونی که درست کردم خرابش کرده. ببینین CD کرون داش دی، هرچی اینجا باشه جزو کرونا میشه. کت جادی چیکار کردم؟ یک دونه از اینا گذاشتم. در نتیجه این روی فایل می نویسه هر 2 دقیقه یک بار. اگه دوتا می ذاشتم به تهش اضافه می شود. پس من اشتباه کردم. خیلی راحت می زنم جادی رو پاک کن. نمی خواهد برم لایه اون خط پیدا کنم که من کجا نوشته بودم اونو حذف کنم. خوبیش اینه. فایل هر یوزر و فایل هر برنامه‌ای جدا از هم میشه با این روش داش دات دی درست کردن. اوکی. تقریبا با آخراش رسیدیم. آناکرون رو بهتون بگم. آناکرون یه مفهوم نزدیک به کرونه. مشکل کجاست؟ من میخوام با کرون به سگم غذا بدم. من میخوام با کرون بکاپ بگیرم. میگم هر 4 شنبه ساعت 2:42 شب بکاپ بگیر. چی میشه اگه 2:42 کامپیوتر خاموش باشه؟ کلن بکاپ اون هفته رو نمیگیرم. از اون حادتر. یه دستور داریم به اسم اجکت. اجکت میتونه سی دی درایو رو بده بیرون. اگه بزنین اجکت، سی دی درایو کامپیوترتون میاد بیرون. میزنم من اجکت یا ایجکت this option allow to use proc drive should ejected using a tape dash end drive should be ejected using a cdrom eject command should be ejected dash t فکر کنم. آره کلوز کامنده. اگر هم بزنم اجکت داش تی، اینجوری که اومده بود بیرون برمیگرده تو. توی پی سی یا این شکلیه دیگه. بعضیا غذا سیستم درست میکنن که با این به سگشون غذا بدن یا به گربهشون. من یه ظرف غذا میذارم اون بالا سی دی درایو و میذارم این زیر، ازش نمیتونه غذا بریزه پایین. در نتیجه داش اجکتو که ران کنم این بیرون غذا نمیریزه. اجکت داش تی رو میزنم میاد اینجا. غذاها میریزن. 2 ثانیه بعد اجکت رو میزنم، دوباره میاد بیرون، جدا غذاها رو میگیره. یا مثلا ظرف غذا رو اینجوری میذارن، باعث میشه بریزه، میاره بیرون، دیگه نمیریزه. روزی یه بار میخوام به سگم با این سیستم غذا بدم. اگر اون یه ساعت خاص کامپیوتر خاموش باشه که غذا نمیدم تا فرداش، باید چیکار کنم؟ اگه اون ساعت خاصی که کرون قرار بود ران بشه کامپیوتر خاموش باشه بکاپ نگیرم، کلا بکاپ بذارم تا هفته بعد؟ نه. آناکرون اینجا کار میکنه. آناکرون این کرونه اینجوری هم. آناکرون این کرونه با این اختلاف که اگر در لحظه‌ای که قرار بوده کرون اجرا بشه سیستم خاموش باشه اون کرون دیگه اجرا نمیشه. آناکرون هر وقت نگاه میکنه که آیا چیزی هست که قرار بوده اجرا نشه و اجرا بشه و اجرا نشده باشه. اگر آره الان اجراش میکنه. و اگر شما چیز رو بذارین تو آناکرون باعث میشین که اون موضوع حتما اجرا بشه، حتی اگر سر ساعتش کامپیوتر خاموش بوده، بعد این کامپیوتر اومده بالا قبلی‌ها رو اجرا کنه. یه فایلی داریم به اسم etc anachron tab، مثل کرون تبه. چند تا فرق خیلی کوچیک داره. میبینیم بازم بالاش میتونه متغیر درست کنه، شل و پت مرسومن.
لاگ نیمش که کی لاگش میکنه، هومش کیه و این چیزا. نمیخواد تمام جزئیات ماکرون رو بلد باشین، مفهوم اصلیش خیلی مهمه. و تفاوتش اینه که ساعتی نداره، چون معنی نمیده شما بگین من میخوام ایسی هر ساعت اتفاق بیفته. اگر کامپیوتر پایین بود وقتی اومد بالا قبلیه رو ران کن، خب تو همون ساعت مال همون ساعت ران میشه. به همین خاطر فقط دیلی، ویکلی و مانتلی داره. این امکان رو هم داره که به شکل مستقیم تر اینجا مثلا بنویسین مانتلی، یعنی من میخوام این هر ماه یک بار اتفاق بیفته. میگین چه شکلی از کرون دیلیه، کرون ویکلیه یا کرون مانتلیه و در این حال دستورتونم میدین. نمیخواد تمام جزئیاتشو بلد باشین، مهمترین چیز دونستن مفهوم اصلی آناکرونه. و در نهایت یه بخش خیلی آسون، امیدوارم آناکرون گیج نشده باشین، نمیخواد اینو بخونین هی زور بزنین یک چیه هفت چیه. اگه دوست داشتین معلومه که من آناکرون تب بیشترین توضیحاتو داره، در واقع دقیقا میگه که این پریودشه، این دیلیشه، جاب آیدنتیفایرشه و کامندشه، پریودشه و دیلیشه. یعنی من تو پریود یک با دیلی پنج کرون تب دیلی میخوام ران کنم این دستور، ولی در نهایت درگیر نکنی خودتون رو بشین، فقط هم یه نگاه بندازید. مثلا من میگم من مانتلی دیلیش مکسیموم 15 روز باشه و این کار رو بکن. خب 4 تا فایلم به تو معرفی کنم، دستور طولانی امروز تموم شده، درس طولانی امروز. این یه لاجیک عمومی توی لینوکس، شبکه و خیلی جاهای دیگه است برای دسترسی تنظیم کردن. من 2 تا فایل دارم برای هر چیزی، کرون الو اجازه بده به کرون، کرون دینای ممنوع کن کرون رو. اگر من یه فایل درست کنم، این فایل هایش کدوم نیستن در حالت عادی، اینم حواستون باشه، اینو چرا بهتون نگفتم، توی ور سپول کرون یعنی ls var spool میلای یوزرها، کرونای یوزرها و اینجور چیزها توی var spool هم چیزایی که تغییر میکنه ولی در واقع معلوم به هر یوزره، var spool کرون اینجا تو اوبونتو کرون تبزه کرون کرون تبز و اسم یوزر مثلا جادی. در واقع اینجا یه دونه فایل دارم که کرونای جادی توشه. اگر توشو نگاه کنم این شکلیه، دقیقا همون فایل منه. اگر بیام اینو ادیت کنم واقعا کرونام عوض میشن، ولی هیچ وقت همچین کاری نکنین. هیچ آدمی، آدم باسواد که این کارو نمیکنه، آدم بیسواد هم که کرون تپ میکنه کی ممکنه اینو عوض کنه؟ باید کرونام ریستارت کنه احتمالا. هیچ وقت چنین کاری نمیکنین، ولی فایلای تکستی اینجا. خب این یکی از فایلایی که باید بدونین، var spool cron توی فدورا یا کرون تبزه، توی اوبونتو یا کرون اسلش کرون تبزه، ولی شکل کلیش اوکیه و هر یوزر یه دونه برای خودش داره. فایل هایی دیگه که داشتم میگفتم الو و دینایه. هر چیزی که درست کنیم به اسم کرون.الو اون یوزر رو بذارین توش، فقط اون یوزر اجازه پیدا میکنن از کرون استفاده کنن. معقوله؟ میگین من یه فایلی درست میکنم به اسم vi kron.allo، اجازه دارم به کرون، توش میذارم جادی. خب منطقا من به سیستم گفتم که جادی اجازه داره از کرون استفاده کنه، پس منطقا بقیه نمیتونن استفاده کنن. این یه مدل تنظیمه، یوزرهایی که به اصطلاح وایت لیست، کسایی که اجازه دارن رو میذارین توی کرون الو یا توی ات الو. اگر چنین فایلی درست کنین همه یوزرها ممنوع میشن به جز یوزرهایی که اسمشون این تو هست. اگر فایلی درست کنیم به اسم cron.deny توش بنویسین جادی، یعنی جادی ممنوعه، پس از نظر عقلی همه آزادن به جز جادی. ترکیبای اینا هم میشه ولی معمولا خیلی مرسوم نیست، معمولا شما یا allow درست میکنین یا deny درست میکنین، میگین این یوزرها آزادن استفاده کنن، معنیش اینه که همه ممنوعن به جز این یوزرها، یا اینکه میگین این یوزرها ممنوعن، معنیش اینه که همه آزادن به جز این یوزرها. دو شکل داریم، کرون الو هر کی توش باشه مجوز داره پس بقیه ندارن. اگه یه فایل داشته باشیم به اسم etc کرون دینای، یعنی این یوزر ها اجازه ندارن، خب به شکل منطقی همه اجازه خواهند داشت به جز اینا. ات الو و ات دینای رو هم به همین شکل داریم. طولانی بود ولی واقعا سخت نبود. اگه اون مفهوم 5 تا رو یاد بگیرین که خیلی هم منطقیه، من این فایل رو سیو نمی‌کنم که بعداً اجازه کرون ازم گرفته نشه.
حد میزنم که بتونید نمرش کامل بگیرین در طول روز. هم حد میزنم خیلی زیاد از کرون استفاده کنین، مثلا مفهوم کرون رو میبینه، خیلی کارهای اتوماتیک خوب رو انجام میده. خوش باشین و خورم تا درس بعدی.